شیبا اینو در لیست برترین رمزارزها بر اساس ارزش بازار از دوجکوین و آوالانچ پایین‌تر آمد. شیبا اینو به طور کامل رالی اواخر اکتبر خود را اصلاح کرد و اما نرخ سودهی شیبا اینو به 44% کاهش می‌یابد. با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار شیبا اینو رو از دست ندید و یادتون نره کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو حتما سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوها با خبر بشید. شیبا اینو به طور کامل رالی اواخر اکتبر خود را اصلاح کرد. شیبا اینو یک روز سخت دیگر را سپری می‌کند و در صرافی بیدستم به پایین‌ترین قیمت چند ماه خود یعنی 0.4025 دلار سقوط کرده است. شیبا اینو اکنون به طور کامل روند سودی اواخر اکتبر یعنی اوایل آبان خود را که جامعه سرمایه گذاران را در تعجب فرو برده بود اصلاح کرده است. در 28 اکتبر برابر با 6 آبان شیبا به اوج اخیر خود یعنی 0.4 تا 0.8 دلار جهش کرد و به نظر می رسید که پس از افزایش بیش از 210% تنها در 6 روز در آستانه یک سقوط قرار دارد. پس از آن رالی متوقف شد با وجود تعداد زیادی لیست شدن در صرافی و پذیرش توسط کسب و کارها و توسعه جدید در اکوسیستم گسترده آن شیبا هنوز نتوانسته به مسیر خود بازگردد و به عملکرد بیحال خود در قیمت ادامه داده است. بر اساس داده های این تو قیمت این توکن اکنون بیش از 70% از بالاترین رکورد خود کاهش یافته است و اکثر دارندگان اکنون با ضرر مواجه هستند. چشم‌انداز افزایش چند برابری نرخ بهره فدرال ایالات متحده در سال جاری برای مبارزه با تورم بازارهای سهام را تحت تاثیر قرار داده است. شاخص فناوری سنگ بیش از 2% کاهش یافته است. بیت کوین نتوانست به عنوان یک محافظ بازار سهام عمل کند و برای اولین بار از 21 سپتامبر یعنی 30 شهریور به زیر سطح روانی 40,000 دلار سقوط کرد. اتریوم نیز برای اولین سپتامبر یعنی شهریور به زیر 3,000 دلار رسید. با یک بازار نزولی چند ساله دیگر این تحلیلگر ادعا می کنند که بیت کوین و اتریوم در مقایسه با ارزهای دیجیتال جایگزین که قیمت آنها می تواند شروع به سقوط آزاد کند گزینه‌های بسیار مطمئن تری برای خرید هستند. همانطور که توسط توده گزارش شده است، آرتور مدیر عامل سابق بیت اخیراً پیش بینی کرده است که اگر فدرال جنگ طلبانه عمل کند آلت کوین ها می توانند تا 90% سقوط کنند. شیبا اینو در لیست برترین رمزارزها بر اساس ارزش بازار از دوج کوین و آوالانچ پایین‌تر آمد. احساسات منفی در اطراف توکن شیبا اینو همچنان قوی باقی مانده است. علاوه بر عملکرد ناخوشایند بازار، شیبا اینو جایگاه خود را در بین 10 رمزارز بزرگ از نظر ارزش بازار از دست داده است. کاهش ارزش بازار شیبا در ماه گذشته، ارزش بازار شیبا اینو با افزایش ناگهانی در ابتدای دسامبر یعنی اواسط آذر و افت شدیدی که از 28 دسامبر یعنی هفته دی آغاز شد، حتی از قیمت آن نیز ناپایدارتر بوده است. در طول رالی 1000% شیبا ارزش بازار آن به 50 میلیارد دلار رسید. از غول‌های این سند پیشی گرفت و طبق داده های کوین مارکت وارد لیست 5 رمزارز برتر شد، اما به دلیل نوسانات زیاد و تعداد زیاد معاملگران کوتاه مدت افت ناگهانی قیمت باعث ایجاد فروش شدیدی شد و ارزش بازار آن را به 17 میلیارد دلار کاهش داد. بهبود غیر منتظره آن در 20 دسامبر یعنی برابر با 29 آذر شروع شد، زمانی که ارزش بازار این میم کوین به سرعت 15 میلیارد دلار به 21 میلیارد دلار در کمتر از 5 روز افزایش یافت. اما به دلیل عدم وجود قدرت خرید کافی این رالی نتوانست مدت زیادی ادامه داشته باشد و مدت کوتاهی پس از آن به پایان رسید. عملکرد بازار شیبا اینو در حالی که شیبا سودهای عمده‌ای را برای برخی از دارندگان و سرمایه‌گذاران خود به همراه داشته است، در وضعیت فعلی اکثر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با نگه داشتن شیبا پول خود را از دست می‌دهند. این توکن بیش از 60% از ارزش خود را از زمان بالاترین قیمت آن از دست داده است و نشانه ای از بهبود را نشان نمی‌دهد. در حالی که نهنگ‌ها و حادثه‌های بزرگ به خرید آن ادامه می‌دهند، اکثر معامله‌گران کوچک و خصوصی از این دارایی خارج شدند. ترکیب فعلی دارندگان نشان می‌دهد که شیبا عمدتاً توسط سرمایه‌گذاران میان مدت و بلند مدت نگهداری می‌شود که معمولاً نشانه خوبی برای یک رمز ارز در بلند مدت است. نرخ سودهی شیبا اینو به 44% کاهش می‌یابد. میم کوین شیبا اینو رسماً با تبدیل شدن به یک توکن سیار زیان‌آور به سلطنت خود در بازار آلت کوین‌ها پایان داد. سودهی شیبا به پایان می‌رسد. همانطور که داده‌ها نشان می‌دهند 57% از دارندگان شیبا اینو در سود نیستند که 52% بازیان و 5% سر به سر هستند. تنها 44% از دارندگان این توکن از آن سود می‌برند. این معنی که ورودی آنها کمتر از قیمت فعلی بوده است. کاهش سریع درصد سودآوری به ریزش اخیر ارزهای دیجیتال در بازار وابسته است که منجر به کاهش 15 تا 20% ارزش بیشتر آلت کوین ها شد. بیت کوین نیز تقریبا 12% از ارزش خود را از دست داده است.
مسیر شیبا اینو در بازار. شیبا اینو در ابتدای اکتبر سال گذشته اواسط مهر، زمانی که ارزش قیمت 1000 درصدی را در بازار طی چند روز پس از معامله نشان داد، بسیار محبوب شد. شیبا اینو پس از رسیدن به 0.408 دلار وارد مرحله اصلاح قوی شد که منجر به 68 درصد عقب گردانی مرحله شده است. افت سریع ارزش آن ناشی از شرایط خرید فوق‌العاده بالا در بازار و تعداد زیادی از معامله‌گران کوتاه‌مدت بود که پس از دست بخش کوچکی از سود خود مایل به فروش دارایی‌های خود بودند. اما در طول سقوط نهنگ‌ها با خرید حجم عظیمی که در حال حاضر بیش از 1.5 میلیارد دلار در بازار ارزش دارند، فعالانه از شیبا حمایت کردند. مقداری قدرت خرید هنوز در بازار ظاهر می شود، اما متاسفانه برای سرمایه گذاران تأثیر قابل توجهی بر قیمت ندارد. حالا شیبا اینو با ارزش بازار حدود 14 میلیارد دلار در رتبه 14 بازار قرار داشته و سهم 0.71% از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از شیبا اینو در این لحظه با قیمت 0.426 دلار با حساب نرخ تتر 28530 نزدیکای 1 تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن 1 میلیارد دلار است. عزیزان توجه کنید، اگه حجم مبادلات بالاست به دلیل اینکه قیمت شیبا اومده پایین و افراد زیادی میرن شیبا میخرن تا در آینده سودهای هنگفتی به دست بیارن. قیمت در 24 ساعت اخیر حدوداً 5 درصد کاهش یافته است. بالاترین قیمت شیبا اینو در تاریخ 6 آبان 1400 مدل 0.408 دلار بوده که همینک نزدیک 70 درصد پایین تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش شیبا اینو 549 تریلیون و تعداد کل واحدهای آن 589 تریلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال‌ترین صرافی که در آن شیبا اینو معامله می‌شود صرافی بایننس با سهم 17 درصدی از حجم معاملات روزانه است. حالا فقط تغییرات یک ساعته و 6 ماه و یک ساله مثبت هستند، ولی تغییرات یک روزه، 7 روزه، 14 روزه، 30 روزه، 60 روزه منفی بودند که مطمئناً در آینده تغییرات یک روزه، 7 روزه، 14 روزه، 30 روزه و 60 روزه که منفی بودند به روند سودی تبدیل خواهند شد. بایننس اسپانسر فدراسیون فوتبال. بایننس روز دوشنبه همزمان با شروع مسابقات جام ملت‌های آفریقا اعلام کرد که اسپانسر این مسابقات شده است. مدیر شعبه بایننس در آفریقا گفت: فوتبال محبوب‌ترین ورزش در آفریقا است و ما امیدواریم که این حمایت مأموریت ما برای انتقال جریان اصلی ارزهای دیجیتال در سراسر این قاره را کامل کند. مشارکت بایننس با فدراسیون فوتبال آفریقا بخشی از یک کمپین در حال انجام برای ارائه خدمات مالی به آفریقایی‌هایی است که به گفته آنها معمولاً دسترسی بسیار محدودی به بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی دارند. به گفته بایننس تاکنون به بیش از 541,000 آفریقایی امکان دسترسی به کلاس‌های رایگان آموزش ارزهای دیجیتال را داده است. بایننس اولین اسپانسر این رویداد خواهد بود که در حوزه بلاکچین و ارز دیجیتال فعال است. دبی مقصد بعدی صرافی بایننس. پس از آنکه چین تجارت ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد، صرافی بایننس مجبور شد از این کشور مهاجرت کند. به نظر می‌رسد که بزرگترین صرافی جهان بعد از سرگردانی در کشورهای ژاپن، مالت، سنگاپور و جزایر قصد دارد در دبی مستقر شود. در این راستا چانگ مدیر عامل صرافی بایننس تاکنون با خانواده سلطنتی امارات متحده عربی ملاقات کرده است. علاوه بر این بایننس پس از تحمل هجوم نظارتی جهانی در سال 2021 تصمیم گرفته است بیش از پیش با قانونگذاران همکاری کند. اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کانال رو هم فعال کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوها باخبر بشید. تا درودی دیگر، بدرود.